جرم، یک جرم که در جامعه اتفاق میفته، همه جامعه تاوانشو میدن. میدن یا نمیدن؟ خب یک جرم که اتفاق میفته همه جامعه شریک جرمن. هستن یا نیستن؟ خب حالا این بحث داره که اگر خواستین جدا میایم. هر جرمی که اتفاق میفته، یه نفر که بره رو دار، خب من اگر اون پایین باشم ببینم، میدونم که منم شریک جرمم. حالا اگه خواستیم بدونین چرا، دابین. یعنی تک تک. حالا نه دیگه، نه این محضوعی نیست که تو چیکار میتونستی بکنی. توجه میکنین؟ اصلا این بحث نیست که شما چیکار میتونستید بکنی. مجموع تفکر انسانی است، مجموع تششعات وجودی است، مجموع خیلی چیزا. توجه میکنین؟ بله نکبت، احسن، نکبتش همه رو میگیره و در واقع از این برم مسئله دیگه ای هست. آیا من شما ایجاد حسرت کردیم یا نه؟ خب ایجاد حسرت کردیم. حسرت یکی از پایه های جرمه. ما داریم میریم ظاهرن داریم خودم میریم، ولی در دل یکی حسرت ایجاد میکنیم، اونو انگیزش ایجاد میشه برای جرائم فلان. این مثلا یکیش. همینطور بگیم 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 یه دفعه ببینیم که ما شریک جرمیم. در واقع این ما روح جمعی جهان، روح جمعی انسان، روح جمعی یه مملکت، روح جمعی یه خانواده، اینا همه در واقع ما هیچ کسی میتونه بگه من تنهام. هیچ کسی میتونه بگه من اگر اشتباه بکنم اشتباه من به دیگران سرایت نمی کنه. درسته؟ یه نفر گوشه خیابون افتاده، خب مثلا بر اساس اعتیاد نمیدونم هر چیزی، خب به همه جامعه، به همه بشریت صدمه میزنه یا نمیزنه؟ حالا اگر اون شکوفا میشد به همه بشریت استفادهشو میبردن. اینا هست، اینجوریه. مثلا یه تفکر نابجا بشریت ازش از تششوش برخوردار میشه، یه تفکر مثبت همه بشریت ازش برخوردار میشن. فرق نمیکنه، اون برام همینطوره. و لذا مثلا اینو که الان روح جمعی انسان روح بیماری است، درسته؟ روح بیماری است برای اینکه تمام چیزای ما میره اونجا جمع میشه، دوباره به خودمون جمعیان برمیگرده. مثبتش همینطوره، منفیش هم همینطوره.